در سال 43 ما محضر امام عرض کردیم که با توجه به کشتاری که داره شاه میکنه و بعد از این هم احتمال کشتار سنگینتر و درگیری های سرکوبگرانه بیشتری رو از طرف رژیم باید انتظار داشت، پس ما نیاز داریم به یک سازمان مسلح. با امام مشورت کردیم، امام نظر مساعد داشتن، فرمودن که شما این سازمان رو تشکیل بدید اما اسلحه از جایی نگیرید که وامدار بشید و یا بسازید یا خودتون بخرید، که بر این اساس مرحوم شهید عراقی و اون آقای ایپکچی اینا رفتن دنبال ساختن نارنجک با مرحوم آقای زلای ریختگر. درست. ما یه بخشی ببینیم آجاها، بعد برگردیم خدمت شما. این بخش ما میاد تا هنگامی که ما بخش جهاد مسلحانه و نقش آقای هاشمی و یه خبری که برای اولین بار براتون بعد فاش میکنم. بله بگین، همین الان میگین. الان من آره من میگه خبری که برای اولین بار، یه لحظه ببین. اونجا وقتی که قرار شد جهاد ما مسلح کار مسلحانه بکنیم، ما عنوانش رو مبارزه مسلحانه نذاشتیم، تنها رهایی جنگ مسلحانه. جنگ بار ایدئولوژیکی نداره، گذاشتیم جهاد مسلحانه و بهش هم بحث شد که بگیم مبارزه مثبت، یعنی مبارزه منفی به مبارزات سیاسی میگفتیم، مبارزه مثبت به مسئله جهاد مسلحانمون که در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی اینا این عنوان رو دادستان بیدادگاه نظامی شاه آورده. و از اونجا در صدد تامین اسلحه برآمدیم در اون ور و یک تقریبا تونستیم 7 تا سلاح کمری تهیه کنیم با فشنگ، که اون روز خیال میکردیم خیلی اسلحه داریم. حالا مثلا اون روزا کسی یه دونه فشنگ داشت میترسید. و یکی از این اسلحه ها که حسن علی منصور عامل اصلی کاپیتالیسیون آمریکایی انگلیسی شاه باهاش به درک فرستاده شد، آقای هاشمی رفسنجانی داد. این اسلحه‌ای که منصور آمریکایی انگلیسی پدر نوکر انگلیس و خائن در مسئله کاپیتالیسیون نظامی آمریکا در سال 43 باهاش مجازات شد و حکم مرحوم آیت الله العظمای میلانی برمان مرجع تقلید بر او اجرا گردید، این اسلحه رو آقای هاشمی رفسنجانی داد. اما بعد توی به اصطلاح دستگیری ها مرحوم شهید عراقی به عهده گرفت و من از زمان نواب داشتم، در حالی که میدونستن که اینطور نیست، این اسلحه اون دراز مدت نیست. و بعد هم خب تا آقای هاشمی زنده بود قرارمون نبود بگیم که آقای هاشمی این اسلحه رو دادن. و اولین ایشون نقشش در جهاد مسلحانه، در جهاد علیه برقراری دوباره کاپیتالیسیون آمریکایی انگلیسی، یه نقش ویژه است.